جان بیرد وزیر خارجه کانادا: کانادا عمیقاً نسبت به مقاصد رژیم ایران در مذاکرات بدبین است و تا رفع این بدبینی تحریم‌های کانادا علیه رژیم ایران به طور کامل ادامه خواهند یافت. نه ما و نه مردم ایران ساده‌لوح نیستیم. حقوق بشر و به طور خاص اعدام‌ها در دوران روحانی و توسط وزیر کشتار او رو به وخامت گذاشته است. تا وقتی که ولی فقیه حمایت از تروریسم در خارج، در سوریه، لبنان و سایر نقاط را متوقف نکند، کانادا نسبت به مقاصد این رژیم بدبین خواهد بود. وزیر خارجه کانادا طی یک سخنرانی در واشنگتن تاکید کرد که عمیقاً نسبت به مقاصد رژیم ایران در مذاکرات بدبین و تا رفع این بدبینی تحریم‌های کانادا علیه رژیم ایران به طور کامل ادامه خواهند یافت. جان بیرد در سخنرانی خود با اشاره به روی کار آمدن آخوند روحانی تصریح کرد که نه ما و نه مردم ایران ساده‌لوح نیستیم. آن هم مردمی که طی مدتی بیش از حد طولانی تحت جاه طلبی های هسته‌ای رژیم ایران رنج بردند. حقوق بشر و به طور خاص اعدام ها در دوران روحانی و توسط وزیر کشتار رژیم ایران رو به وخامت گذاشته است. سخنان محبت آمیز، لبخند و سیاست خوشرویی نمیتواند جایگزین اعمال واقعی بشود و نقاب مؤثری برای پنهان کردن تنفر دیرینه باشد. به همین خاطر من عمیقاً نسبت به مقاصد رژیم ایران نگرانم. وزیر خارجه کانادا افزود: رژیم ایران در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای تهدیدی برای کانادا و متحدان ماست و چند دهه تلاش برای جلوگیری از توسعه تسلیحات هسته‌ای را در سراسر جهان خونسا خواهد کرد. جان بیرد تاکید کرد که اگر رژیم قصد داشت نگرانی‌های جامعه جهانی را رفع کند، بایستی به همه عناصر ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ می‌داد. اجازه دسترسی کامل و آزادانه به تأسیسات هسته‌ای‌اش را ارائه می‌نمود و آژانس را نسبت به طرح‌های آینده خود در زمینه هسته‌ای مطلع می‌کرد. وی افزود: واقعاً امیدوارم که اشتباه کنم و مذاکرات کنونی بتواند به یک توافق جامع منجر شود. اما تا وقتی ما دلایل واقعی برای اعتماد به حرف‌هایشان نداشته باشیم، تحریم‌های کانادا به طور کامل برقرار باقی خواهند ماند. به نظرم همچنان یک مشکل استراتژیک با ماهیت و رفتار این رژیم متخاصم وجود دارد. رژیم ایران همچنان بزرگترین تهدید صلح جهانی است. رژیمی که در داخل دست به سرکوب می‌زند و در خارج از تروریسم حمایت می‌کند. تا وقتی اظهارات و اعمال ولی فقیه حقوق بشری را که مردم ایران مستحق آن هستند محقق نکند، یا تا وقتی که او حمایت از تروریسم در خارج، در سوریه، لبنان و سایر نقاط را متوقف نکند، کانادا نسبت به مقاصد این رژیم بدبین خواهد بود. خبرگزاری کانادا طی گزارشی درباره سخنرانی وزیر خارجه این کشور گفت: بیرد این ایده را که رژیم ایران در پی تکنولوژی هسته‌ای با مقاصد صلح‌آمیز است به تمسخر گرفت. او گفت کانادا هم تأسیسات انرژی هسته‌ای دارد، اما برخلاف رژیم ایران این تأسیسات زیر زمین دفن نشده‌اند.